درود دوستان خوش اومدید به ویدیو نام من ادوارت هست و تو این ویدیو میخوام براتون مراحل تعویض گواهی نامه با کارت پناهندگی برای کسانی که ساکن ایالت شتایمارک یا, یا کراتس هستن چند تا قانون جدید هست میخوام براتون توضیح بدم و شاید این ویدیو راه حلی باشه واسهتون اوکی اول از همه محل اولش این است که شما حداقل 6 ماه ساکن اتریش باشید بدون وقفه و باید بهشون ثابت کنید بهشون ثابت کنید به اداره پلیس یا همون جایی که میخوایم برین درخواست تعویض گواهی نامتون بدین باید بهشون ثابت کنید که شما 6 ماه اینجا بدون وقفه زندگی کردین که با همون برگ محل سکونت با همون مرد ستل میتونید بهشون ثابت کنید که شما اینجا بیشتر از 6 ماه دارید زندگی میکنید محل بعدیش که ازتون میخوام ماینه ما پزشکی هست که باید انجام بدید و محل بعدیش این هست که اصل گواهی نامتون باید همراهتون باشه و اصل گواهی هم باید ترجمه شده باشه اصل ترجمه هم باید همراهتون ببرید یعنی اصل گواهی و ترجمه اصلیش اون هم باید ببرید مترجم باید توی اتریش با مهر و استامپ اینو ترجمه کرده باشه مترجم اگه ایران ترجمه کرده باشه مهر هم حتی روش باشه اینو قبول نمیکنن چون که توی ایران ترجمه شده یا افغانستان حتما باید یکی از مترجمای فارسی زبون توی اتریش این مدرک رو ترجمه کرده باشه و استامپ روش زده باشه که تایید میشه اوکی نکته اصلیش که براتون ممکنه خیلی مهم باشه شما جدیدا با کارت سفید این قانون تقریبا یه یک ماه یک ماه و نیم عوض شده قبلا با کارت سفید با کارت پناهندگی نمیتونستید درخواست بدید ولی از الان چرا میتونید درخواست بدید قبول میکنن درخواستتون کارت سفید هم به عنوان یک مدرک شناسه معتبر میشناسنش پاراگراف 51 و پاراگراف 51 آ این کارت های سفیدی هستن که برای کسایی که پناهنده هستن یا هنوز اینترویو نرفتن یا به اصطلاح پروسه پناهندگیشون در جریان هست با این کارت هم شما میتونید به اصطلاح توی امتحان شرکت کنید و درخواست بدید گواهی نامتون رو تعویض کنید مدرک دیگه ای هم که ازتون حتما لازم دارن میپرسن باید اصل شناسنامه‌تون همراهتون باشه و شناسنامه‌تون هم ترجمه شده باشه اونم دوباره تو همین اتریش حالا شناسنامه برای کسایی که اهل افغانستان هستن تذکیره باید باشه که اونم حتما ترجمه اتریش شده باشه تو اتریش ترجمه شده باشه یه قطعه عکس هم لازم دارید عکس پاسپورت که عمرش بیشتر از 6 ماه نباشه و مبلغ 60 یورو 50 سنت هم هزینه گرفتن استعلام هست یا همون دادن درخواست به اداره پلیس هست اینا رو که همه را همراهتون باشه درخواست رو میتونید بدید فعلا دارم میگم بین حدودا چهار هفته تا نهایتا سه ماه استعلامتون میاد و شما استعلامتون اومد بهتون اوکی میدن میتونید برید آموزشگاه ثبت نام کنید آموزشگاه هم که رفتین مراحل خودش رو داره اول از همه دو ساعت پرکتیش حتما باید بگذرونید که با ماشین برین رانندگی کنید و قوانین رو بهتون یاد بدن و امتحان اجازه داشته باشین شرکت کنید و خب امیدوارم که بار اول هم امتحان قبول بشید بازم اگر سوالی بود حتما مثل همیشه من در خدمتتون هستم اگر تا الان کانال منو دنبال نکردید لطفا دنبال کنید و این ویدیو رو لایک کنید منو حمایت کنید ممنون ازتون تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون بای بای